طی روزهای اخیر پس از اوج گرفتن امواج خروشان زوار مشتاق ایرانی برای عزیمت به عتبات آلیات عراق جهت شرکت در مشایع اربعین و ازدحام جمعیت مشتاق در مرزهای زمینی ششگانه میان ایران و عراق، مقامات ایرانی به بهانه های مختلف اقدام به بستن مرزها به مدت چند ساعت نمودند. همکارم سعید بهاری در این زمینه گزارش می‌دهد. باز هم زیارت اربعین و باز هم باز و بسته شدن مکرر مرز از سوی حکومت ایران. ماجرا این بار از آنجا آغاز شد که مسئول ستاد حکومتی اربعین ایران صبح جمعه 18 شهریور 1401 اعلام کرد که به دلیل نبود زیرساخت‌ها در عراق، زوار در آن سوی مرز و در خاک عراق با مشکلاتی مواجه شدند و در نتیجه پس از ساعت‌ها جلسه مقامات ایرانی تصمیم به بستن مرزها گرفتند. حالان که بر پایه راستی آزمایی منابع خبری اخبار شیعه در کنار تمام ضعف‌ها و کاستی‌هایی که همیشه وجود داشته، اما مواکب عراقی و مردم به ویژه عشایر و روستانشینان عراق با تمام وجود از زوار اربعین پذیرایی می‌کنند و این روند تفاوتی با گذشته نداشته است. گزارشات متعدد همراه با ویدیوهایی که زوار آن را روایت می‌کنند نشان می‌دهد که به یک بار سیاست حاکمان ایران کاهش میزان زائران به هر روش ممکن شده است و برای این منظور در مسیرهای منتهی به مرزها موانعی ایجاد شده و ابتدا سعی می‌کنند زائران را از رفتن به مرزها منصرف کنند. بلندگوهایی در مسیر زوار نصب شده و تلاش می‌کند با بزرگنمایی مشکلات از میزان تعداد آنها بکاهد، غافل از اینکه زائران مشتاق زیارت اربعین آماده هستند که این مسیر را همراه با سختی‌ها و مشکلات پشت سر بگذارند و به وصال زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام برسند و اتفاقا این سفر همراه با مشکلات و سختی‌هایش زوار اربعین را به مواسات با حضرت سیدالشهدا علیه السلام و کاروان خانواده ایشان سوق می‌دهد. روش دیگری که حاکمان ایران و مسئولان تصمیم گیر ایرانی برگزیدند، بستن مرزها به مدت چند ساعت و انتظار برای بازگشت زائران پس از زیارت به ایران و مجدداً باز کردن مرزها برای ورود زائران جدید به خاک عراق است. این بستن و باز کردن چند ساعته و مکرر مرزها شاید به بهانه در نظر گرفتن ظرفیت محدود پذیرش زوار در عراق باشد، اما عملا نمیتواند مشکلات را حل کند و اتفاقا مشکلی به مشکلات مسیر زائران میافزاید. علی‌رغم انتشار حجم گسترده‌ای از اخبار منفی، خبرگزاری حکومتی فارس در ساعات اخیر خدمات به زوار را بهتر از سالهای قبل دانست و شرایط عمومی پیاده روی اربعین را عادی و طبق سالهای قبل گزارش داد. آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی همواره در سخنرانی‌های خود از جمله در جمع مبلغین در آستانه ماه‌های محرم و سفر به حکومت‌ها و حتی خیرین و تجار و سرمایه‌گذاران توصیه داشتند که در تجهیز مسیر مشایع اربعین و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز به ویژه ساخت هتل و حتی اختصاص پروازهای مجانی برای سفر اربعین مشارکت داشته باشند. لازم به یادآوری است که اعمال سیاست نادرست باز و بسته کردن مرزها برای کاهش میزان زائران اربعین در سالهای پیش از کرونا نیز اتفاق افتاده است و این اقدام مقامات ایرانی نشان دهنده ناکارآمدی و ضعف مدیریت ایشان است و پرسش میلیون ها زائر مشتاق همچنان بی پاسخ گذاشته می شود که چرا پس از سالها هنوز برای حل مشکلات این سفر زیارتی چاره ای اساسی اندیشیده نشده و مقامات ایرانی با اقدامات موقت و روبنایی تنها به فکر رفع تکلیف هستند. سعید بهاری، اخبار شیعه.